رومیان فصل 14 شخصی را که در ایمان ضعیف است در بیان خود بپذیرید ولی نه به منظور مباحثه در باره عقاید او ایمان یک نفر به او اجازه می دهد هر غذای را بخورد اما کسی که ضعیف است فقط سبزیجات می خورد کسی که هر غذای را می خورد نباید کسی را که فقط سبزیجات می خورد خوار بشمارد و همچنین شخص پرهیزکار نباید کسی را که هر غذای را می خورد ملامت سازد زیرا خدا او را پذیرفته است تو کیستی که درباره خادم شخص دیگری قضاوت کنی؟ این که آیا آن خادم در خدمت خود موفق می شود یا نی فقط مربوط به ارباب اوست ولی او موفق خواهد شد زیرا ارباب آسمانی او قادر است این کار را برای او انجام دهد یک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر می داند حال آنکه شخص دیگری همه را یک قسم می شمارد هر کس باید در عقیده خود کاملا خاطر جمع باشد آن که روز معین را بزرگ می شمارد برای خاطر خداوند چنین می کند و او که هر غذای را می خورد باز برای خاطر خداوند می خورد زیرا او برای خوراک خود خدا را شکر می کند و از طرف دیگر شخص پرهیزکار به خاطر خداوند نمی خورد و او نیز از خدا سپاسگزاری می کند هیچ یک از ما فقط برای خود زندگی نمی کند و یا فقط برای خود نمی میرد اگر زیست می کنیم برای خداوند زندگی می نماییم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم زیرا به همین سبب مسیح مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد پس تو چرا درباره برادر خود قضاوت می کنی؟ یا چرا برادرت را حقیر می شماری؟ همه ما پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم استاد زیرا نوشته شده است خداوند می گوید به حیات خودم سوگند کام در برابر من به زانو در آمده با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود پس همه ما فردن فرد باید حساب خود را به خدا پس بدهیم بنابراین از قضاوت کردن درباره یک دیگر خودداری کنیم و در عوض تصمیم بگیرید که وسیله لغزش یا رنجش در راه برادر خود نشوید من می دانم و مخصوصاً در عیسی خداوند یقین دارم که هیچ چیز به خودی خود ناپاک نیست اما برای کسی که آن را ناپاک می داند ناپاک است و اگر برادرت به خاطر غذایی که تو می خوری آزرده شود دیگر از روی محبت رفتار نمی کنی نگذار آن چی می خوری موجب هلاکت شخصی که مسیح در راه او مرد بشود و نگذارید آنچه برای شما جائز است باعث شود که دیگران از شما بدگویی کنند زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکه شامل عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس است هر که مسیح را به این طریق خدمت می کند مورد پسند خدا و پیش انسان قبول شده است پس آنچه را که موجب صلح و سازش و تقویت یک دیگر می شود دنبال کنیم کار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب نکنید تمام خوراکی ها پاک هستند اما گناه دارد اگر کسی به وسیله آنچه می خورد باعث لغزش شخص دیگری بشود همچنین اگر خوردن گوشت یا شراب و یا انجام کارهای دیگر تو موجب لغزش
یا رنجش برادرت شود بهتر است از آن دست بکشی. پس عقیده خود را درباره این مطلب بین خود و خدا نگه دار. خوشا به حال کسی که وقتی کاری انجام می دهد وجدانش او را ملامت نمی کند. اما اگر با وجدان ناراحت چیزی را بخورد حکم شده است، زیرا مطابق آنچه وجدانش به او می گوید عمل نکرده است و هر عملی که از روی ایمان نباشد گناه است.